کمتر کسی ممکنه شب اسکار 1999 میلادی رو فراموش کنه، زمانی که سوفیا لورن برای جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان به لهجه ایتالیایی البته هموطنش رو صدا زد، جناب روبرتو بنینی، و ایشون هم با راه رفتن روی صندلی ها خودش رو به استیج رسوند و اسکار رو دریافت کرد. این لحظات ماندگار شدند. آقای بنینی اون شب برای فیلمی اسکار گرفت که از همون زمان تا همین لحظه که با هم صحبت میکنیم یک دو دستگی جدی بین منتقدان ایجاد کرده. طرفداران بسیاری داره و البته دشمنان بسیاری. او فیلمی از روایت هولوکاست ساخت، البته بسیار متفاوت. فیلم او رفت جزو 250 فیلم برتر تاریخ سینما. فیلم او فیلمی است دوست داشتنی و البته تلخ که گویدو، پرنسس، نازی‌ها، یهودی ستیزی، اسب سبز و تانک همه و همه شدند اجزای جدا نشدنیش. ما در این قسمت از سینما مورخ و در دقایق آتی از یک فیلم متفاوت و دیدنی سخن خواهیم گفت. زندگی زیباست. و اجازه بدید سوال مطرح کنیم. اساساً داستان فیلم زندگی زیباست چگونه خلق شد؟ سازنده این فیلم جناب روبرتو بنینی کیست و چه پشت پرده هایی دارد؟ چرا زندگی زیباست؟ در دقیقه آتی به این سوالات پاسخ خواهیم داد. سلام، من احمد هاشمی هستم و اینجا سینما مورخه. بریم ببینیم چی شد. به سنت همیشگی تیم مورخ، منابع این قسمت رو خدمت شما معرفی میکنیم. اول مصاحبه روبرتو بنینی و نیکولتا براسکی با بابی وایگنت. دوم مطالب سایت لوپر. سوم نقد راجر ایبرت بزرگ در رابطه با فیلم زندگی زیباست که در سایت او منتشر شده. و در نهایت چهارم مستندهای ساخته شده در رابطه با فیلم زندگی زیباست که در تمام این سالها از رسانه‌های مختلف البته معتبر پخش شده. حالا بریم در دل داستان. خب اگر همین ابتدا بخوایم نازک شیم رو فیلم زندگی زیباست و به این سوال پاسخ بدیم که چرا این فیلم یک فیلم متفاوته و رفته جزو 250 فیلم برتر تاریخ، به این نکته میرسیم که کارگردان این اثر آدم متفاوتی است. آقای روبرتو بنینی یک کارگردان عجیبه، یک سینماگر متفاوته. نتیجه اجازه بدید رو فعالیت سینمایی ایشون و خود ایشون نازک شیم، رو شروع فعالیت‌های سینماییش. آقای بنینی 1952 میلادی به دنیا آمده. کجا؟ منطقه توسکانی در ایتالیا. کودکی بسیار سختی هم داشته. او از همون کودکی علاقه داشته به بازیگری و اجرا. چه میکنه؟ تلاش، تلاش و تلاش و سالها تو نقشهای فرعی بازی میکنه تو تلویزیون. تا روزی یک اتفاق براش میفته. برای همه این اتفاق میفته. تاریخ این رو نشون داده. از پس تلاشهای بسیار امکان نداره برات اتفاق نیفته. روزی جناب جوزپ برتولوچی که برادر همون کارگردان معروف ایتالیایی است، ایشون از کی صحبت میکنیم؟ برناردو برتولوچی. روزی جناب جوزپ برتولوچی میاد سراغ روبرتو بنینی داستان ما برای فیلم معروفش، یعنی برلینگر من تو را دوست دارم. چه سال اینو کار کرده؟ 1977 میلادی. میاد سراغ روبرتو، نه تنها میگه بیا کمک کن با هم فیلم نامه بنویسیم، بلکه میگه نقش اولم مال خودت، نقش اصلی فیلمو بازی میکنه. و زمانی که این فیلم پخش میشه، هم مردم و مخاطبان هم کارگردانها عاشق اون اجرای کمدی خاص روبرتو بنینی میشن. چرا؟ به این جهت که آقای بنینی همزمان تونست یک کمدی شلوغ پلوغ و فیزیکال رو بیاد با بیان جدی مسائل اجتماعی قاطی کنه، یک کمدی تلخ. و خیلی ها اون زمان یاد کی افتادن؟ چارلی چاپلین بزرگ. نکته مهمتر، روبرتو بنینی زمان این کارو کرد، اومد کمدی رو با مسائل تلخ جامعه قاطی کرد و ارائه داد و مردم خیلی هم پسندیدند که سینمای ایتالیا به معنای واقعی شدیداً بهش نیاز داشت. یک کار درست، انسانی درست، در جا و زمان درست.
از اینجا بود که بسیاری از کارگردانهای بزرگ ایتالیایی رفتن سراغ روبرتو بنینی. 1990 میلادی به عنوان مثال فدریکو فلینی کارگردان بزرگ ایتالیایی رفت سراغش و فیلم صدای ماه رو باش کار کرد و او نقش اول این فیلم بود. کم کم محبوبیت این آدم حالا از مرزهای ایتالیا عبور کرد. جیم جارموش کارگردان معروف آمریکایی از ایشون دعوت به کار کرد. 1986 میلادی فیلم مغلوب قانون و 1991 میلادی فیلم شب روی زمین همکاری مشترک این دو نفر بود. هر دو فیلم هم کمدی. حالا دیگه روبرتو بنینی یک کمدین بین المللی محسوب می شد. اینم بعد نیست اضافه کنیم. بین این فیلم هایی که بازی می کرد چند تا کارگردانی هم کرده. به معروفترینش اینجا اشاره کنیم. فیلم شما مزاحم من شدید. تو ایران این فیلم رو بیشتر به اسم مرا نگران می کنی می شناسن. 1983 میلادی. کارگردان روبرتو بنینی. و یه اتفاق جالبم داره این فیلم. نه تنها فیلم خوبی است حالا در اون سالها برای خودش، آقای بنینی سر این فیلم با همسر خودش آشنا میشه و از اینجا مزدوج میشه. با کی آشنا میشه؟ نیکولتا براسکی که ایشون هم بازیگر بود و بازیگر خوبی هم بود. در ادامه به ایشون خواهیم پرداخت و تأثیرش در فیلم زندگی زیباست. برجهت تمام این اتفاقات باید میافتاد، این بالا و پایین ها باید اتفاق میافتاد تا فیلم زندگی زیباست ساخت بشه توسط روبرتو بنینی. چطور ساخته میشه؟ عرض میکنم. اگر به عوامل و دلایل ساخت این فیلم زندگی زیباست بخوایم بپردازیم، میتونیم به این جواب برسیم که چند عامل تاثیرگذار شدند که روبرتو بنینی به این رسید که آقا این فیلم رو باید بسازم. اگر شما فیلم رو دیده باشید که قطعا بسیاری از مخاطبان سینما مورخ دیدند و اگر ندیدید پیشنهاد میکنم حتما ببینید، میدانید و آگاهید که فیلم زندگی زیباست درباره چیست؟ درباره هولوکاست، یک موضوع به ذات جنجال برانگیز و تلخ. حالا عوامل چیه؟ عواملی که باعث شد روبرتو بنینی بسازه کارو. پدر مادر ایشون با وجود اینکه یهودی نبودند اما بازم از جنایت‌های فاشیسم در جنگ جهانی دوم در امان نبودند. بر جهت ایتالیا زندگی می‌کردند. از اونجایی که مخالف بودند با فاشیسم، پدر مادر روبرتو بنینی تجربه بودن تو اردوگاه‌های کار اجباری رو داشتند. این یک دلیل. و آقای بنینی هم برای ساخت این فیلم رفت سراغ پدر مادرش، از خاطرات مادر پدرش بسیار کمک گرفت. در ادامه چه میکنه؟ میره سراغ کتاب نویسنده معروف یهودی ایتالیایی جناب روبین رومئو سالمونی که ایشون کیست؟ بازمانده هولوکاسته. اسم کتابش چیه؟ کتابش بسیار معروفه، پیشنهاد میکنم بخونید، بسیار جذابه. اسم کتاب هست در پایان من هیتلر را شکست دادم. و آقای سالمونی تو این کتاب اومده از خاطرات عینی خودش تو اردوگاه آشویتس صحبت کرده. یک گوشه ای از کتابش رو بگم، خیلی جذابه. تو کتابش به این اشاره کرده که نه تنها از تخیل و خلاقیت استفاده کردم من، یعنی ایشون میگه نه تنها از تخیل و خلاقیتم استفاده کردم که تو اون فضا بتونم زنده بمونم، ادامه بدم، دلیلی برای زنده موندن داشته باشم، بلکه اومدم برای بقیه زندانی‌ها از این مسئله استفاده کردم. کم کم شروع کردم جوک تعریف کردن، قصه های خنده‌دار ساختن و تعریف کردن که چی بشه؟ روحیه بگیرن هموطنام. در ادامه این آدم تو اون شرایط تو اردوگاه کار اجباری اومده مسابقه گذاشته بین زندانیا که روحیه بگیرن، بگن بخندن، که نتیجه چی بشه؟ فشار رو کمتر حس کنن، یک روز بیشتر، امید بیشتر. در نهایت این چند عامل، ارق بنینی به پدر مادرش، تجربه پدر مادرش، این کتاب و این آدم که تجربه عینیشه و این مسئله را برای بنینی روشن کرد که تو اون فضای سیاه طنز و کمدی هم وجود داشته، این عوامل کنار هم قرار گرفت باعث شد جناب روبرتو بنینی مصمم شود که باید این فیلم رو ساخت. یک درام کمدی از هولوکاست.
قصد آقای بنینی این بود. حالا وارد روند ساخت فیلم بشیم. زمانی که تصمیم گرفت فیلمنامه را بنویسه، فیلمنامه زندگی زیباست رو بنویسه، اومد کمک گرفت از رفیق قدیمیش، از دوست رمان نویس و شاعر خودش. از کی صحبت میکنیم؟ وینچنزو سرامی. با هم شروع میکنن نوشتن. طرح داستان چیه؟ طرح حالا چند خطی زندگی زیباست. یه پیشخدمت مهربون یهودی ایتالیایی به نام گویدو اورفیس با یه خانومی به اسم دورا ازدواج میکنه. حاصل این ازدواج چیه؟ یک فرزند بامزه، یک پسر کاگلزری به نام جسوئه. همه چی هم خوب و خوشه، یهو جنگ جهانی دوم شروع میشه و گویدو و جسوئه پدر و پسر سر از کجا در میارن؟ اردوگاه کار اجباری. حالا گویدو چه میکنه؟ پدر چه میکنه؟ برای اینکه پسرش روحیش رو از دست نده، به پسرش کمک بکنه که بتونه اون شرایط رو دووم بیاره، اصلا درک کنه، جسوئه رو گول میزنه. بچه رو بچه بوده دیگه، گولش میزنه، میگه بابا جون همه اینایی که میبینی، همه این سختی ها، ای آدم مرد، این سیاهی ها، همش بازیه، همه اینها بازیه. یک درام کمدی از اینجا شروع شد. فیلم زندگی زیباست حتی زمانی که ساخته نشده بود هم خبرساز شد و دوست و دشمن پیدا کرد. از همون موقع، زمانی که مردم ایتالیا از منتقدان شما بگیر تا فیلمسازان معروف مطلع شدن که روبرتو بنینی میخواد همچین کاری بکنه، خیلی ها اومدن سراغش. از این کار شما بگیر تا غیر این کاره، اومدن سراغش، گفتن روبرتو نکنی، کمدیانی درست، محبوبی درست، کارت درست درست، ولی هولوکاسته، شوخی نداره، بسازی ملت خوششون نمیاد، کلی آدم از دست داده، عزیز از دست، چی میگی؟ دوست داری فوش بخوری؟ حتی آقای بنینی مصاحبه‌ای داره بعدها، میگه تولیو کزیچ، که کیه ایشون؟ منتقد معروف ایتالیایی بود. میگه تولیو کزیچ اومد به من گفتش که ساخت این فیلم حماقت محضه، تو رو خدا این فیلمو نساز، بازماندهای هولوکاست ناراحت میشن تو بسازی. حالا طبیعتاً زمانی که این همه آدم میان به کارگردان میگن نساز نساز نساز، تایید دل کارگردان خالی میشه، نمیتونه این چیزا رو ببینه، حال کنه بره بسازه. آقای بنینی هم تایید دلش خالی شد. چه کرد؟ دید اوضاع خرابه، اول رفت پیش تاریخ شناسان هولوکاست. چرا؟ مطمئن بشه فیلمی که میخواد بسازه، فیلم نامش به لحاظ حقایق تاریخی گیر و گوری دارد یا ندارد. اینجا مطمئن شد گیر و گور نداره، درسته، چرت نمیگه فیلم نامه. در ادامه چه کرد؟ رفت آقای مارسلو پزتی، کیه ایشون؟ مورخ مرکز اسناد یهودیت معاصر در میلان. با ایشون جلسات مفصلی برگزار کرد و اینجا باز مطمئن‌تر شد که آقا فیلمنامه‌ام فضای دردناک اردوگاه‌های نازی رو نشون میده. حالا به مدل خودم دارم نشون میدم، اوکی، ولی فضای دردناک اردوگاه ها رو دارم نشون میدم. پرانتز یادآوری کنم، پدر مادر خودشم این آدم بودن، تعریف کردم براش، اون کتاب عینی براش تعریف کرده بود. اینجا میخواست مطمئن تر شه و شد. زمانی که آقای پزتی، که خب آدم قابل استنادی هم بوده، اوکی میده به روبرتو بنینی، دیگه خیالش راحت میشه، میگه من راضی، پزتی راضی، پس بریم بسازیم زندگی زیباست. مثل تمام فیلم ها به سیاق همیشگی سینما مورخ بریم سراغ انتخاب بازیگران. چه میکنه روبرتو بنینی برای بازیگران؟ نقش اول کی بود؟ خود جناب بنینی. گویدوی فیلم رو خودش بازی کرد، پدر رو خودش بازی کرد، و از اونجایی که خب جزو نویسندگانم بود، اصل کاری بود، یه جورایی شخصیت گویدو رو خیلی بهتر میشناخت، ترجیح داد خودش بازی کنه. چقدرم انتخاب خوبی کرد. اینم گرچه باید اضافه کنیم دیگه، بنینی اینجوری مجبور نبود بره دنبال ستاره استار بیاره و پول زیاد خرج کنه برای یک بازیگر معروف، و این مسئله میتونست کمک بکنه که بودجه فیلم کمتر بشه، به عوامل فشار نیاد خیلی. این از نقش اول مرد. نقش اول زن که بود، همسر گویدو دورا. جناب بنینی رفت سراغ همسر خودش در دنیای واقعی، گفت میای همسرم شی در دنیای فیلم؟ و نیکولتا براسکی شروع کرد فکر کردن به این که برم بشم، نرم بشم. چرا میگم فکر کرد؟ طبعا شوهرشو دوست داشت، قبول داشت شوهرشو، ولی نکته‌ای وجود داشت. خانم براسکی بعدها مصاحبه‌ای داره، خودش تعریف میکنه، میگه قبول کردن این نقش برای من اون زمان ریسک بود. چرا؟ چون باور داشتم اگر این فیلم خوب از آب در
نیاد این همه منتقد گفتن نساز هولوکاست، آی فلان مردم ناراحت میشن و و و. پرانتز یادآوری کنم، هولوکاست مسئله نبود که اون زمان بخواد به راحتی کسی بیاد ازش طنز بسازه، کمدی بسازه. برجت خانم نیکولتا براسکی این ریسک میگه برای من وجود داشت و اگر این فیلم خوب عذاب در نمی اومد دیگه به من نقش خوب پیشنهاد نمیشد، دیگه اون اعتبار و محبوبیت که تو سینما داشتم و احتمالاً از دست میدادم. اما روبرتو، یعنی شوهرم، یه شب اومد گفتش که هانی، این فیلم صرفاً در رابطه با هولوکاست نیست، اینجوری بهش نگاه نکن. این فیلم داستان یک پدره که میخواد دنیا رو به زبون فرزندش ترجمه کنه. داستان دغدغه یک پدر پدران است. به همین جمله کافی بود که نیکولتا براسکی دلگرم بشه و نقش رو قبول کنه و نقش اول زن در فیلم زندگی زیباست تقدیم شد به این شکل به نیکولتا براسکی. برسیم به فرزند فیلم زندگی زیباست، نقش جسوئه، پسری 5 ساله، پسر دورا و گویدو. چی کار کردن برای این نقش؟ آقای بنینی کلی تست میگیره، در نهایت جورجیو کنترینی رو قبول میکنه و جالب او رو در تست ها نمیبینه. ضمن اینکه این جورجیو کنترینی تا اون زمان هیچ فیلمی بازی نکرده بود، اصلا تجربه ای نداشت. تو زمین بازی با هم آشنا میشن روبرتو بنینی، نه در تست های بازیگری از کودکان بسیار، که در زمین بازی و اتفاقی بچه‌شو در فیلم پیدا میکنه و همونجا میپرسه پدر مادرت کیان، میره باهاشون صحبت میکنه، در نهایت راضی میکنه پدر مادر رو و اینجوری میشه که بچه داستان هم به گروه اضافه میشه. و جالب اینجا اینو اضافه بکنم، بعدها یه مصاحبه مشترک دارن روبرتو بنینی و همسرش نیکولتا براسکی، ازشون میپرسن که اصلا چی شد که این بچه رو قبول کرده، این همه تست گذاشتین چرا اینو قبول کردین؟ جوابشون جالبه، میگن که ما جورجیو رو که دیدیم با خودمون گفتیم چقدر این شبیه ماست، چقدر انگار بچه‌مونه. و اینم جالبه، نیکولتا معتقد بوده این جورجیو چشاش شبیه منه، آقای بنینی هم میگفته که دماغش شبیه منه. حالا ما که الان حرف نیستیم، به هر حال به این نتیجه رسیدن که بچه‌مونه، بریم باهاش فیلم بسازیم. بازیگران اصلی انتخاب شدند، در ادامه بازیگرای فرعی هم به کار اضافه شدند و کار شروع شد، کار در واقع استارت خورد. البته همین بازیگرای فرعی داستانهای جذابی هم دارن، هم حین تولید هم بعد از اکران، که در ادامه کمی درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. به هر حال بعد از انتخاب بازیگران، آقای بنینی رفت سراغ فیلمبردار، بسیار برای او مهم بود. و رفت سراغ کی؟ جالبه، تونینو دلیکولی. و کی بود این آقا؟ یکی از بزرگترین فیلمبردارهای ایتالیا بود اون زمان. اگر رویشون نازک شیم باید با مثال از بزرگی صحبت کنیم. آقای دلیکولی با رومن پولانسکی کار کرده بود به طور مثال تو فیلم ماه تلخ، یا با پازولینی کار کرده بود تو فیلم انجیل به روایت متا. از همه اینها مهمتر فیلمبردار فیلم روزی روزگاری در آمریکا بود، مال سرجیو لئونه بزرگ، کارگردان معروف وسترن‌های اسپاگتی. آقای دلیکولی برای همین فیلم روزی روزگاری در آمریکا کاندید جایزه اسکار هم شده بود، کاندید بهترین فیلمبردار در اسکار. پرانتز یادآوری کنم، ما خوب بد زشت در سینما مورخ کار کردیم از سرجیو لئونه و بحث همین وسترن اسپاگتی، پیشنهاد میکنم حتما ببینید بشنوید، بسیار جذابه. به هر حال آقای بنینی گفت الا وللا فیلمبردارم باید کار بلد باشه. و چه جوری میتونه راضی کنه این آقای دلیکولی رو؟ برجهت آدم بزرگی بود این آدم، یه جورایی میشه گفت از قبل راضی شده بود این آدم. چرا؟ پیش از این عرض کردم آقای بنینی با فدریکو فلینی کار کرده بود، کارگردان بزرگ ایتالیایی. کدوم فیلم؟ صدای ماه. فیلم بردار اون کار همین آقای دلیکولی بود، پس پشت صحنه اون کار این دوتا با هم رفیق شده بودن. این رفاقته باعث شد که بگه باشه میخوای بسازی، نوکرت هم هستم، میام، خیلی هم پول زیادی ازت حتی نمیگیرم. این هم فیلم بردار بزرگ فیلم زندگی زیباست. اجازه بدید یه نکته رو ازش به راحتی رد نشیم، فیلم برداری کار ساده ای نبود برای این فیلم، فیلم زندگی زیباست. به هر حال این فیلم زمانی ساخته شد، یعنی داریم در رابطه با سینمایی صحبت میکنیم که پولدار نیست. سینمای ایتالیا مثل سینمای هالیوود یک سینمای صنعتی و پولدار نبوده، همین الان هم نیست. به هر حال
به نسبت هالیوود. نتیجه آقای بنینی به واسطه محدودیت بودجه مجبور بوده بره تو مکانهای واقعی فیلم برداری کنه. گرچه اینم بگیم خود بنینی خیلی استقبال میکرد، ناراضی نبوده، کار برای فیلم بردار ممکن بوده سخت شه. چرا؟ به هر حال فیلم بردار بوده که باید خودش رو وفق میداده با صحنه‌های واقعی، چیزی نبوده که ساخته بشه باب میل و زیر نظر فیلم بردار. اینم بد نیست بگیم چرا آقای بنینی راضی بوده که بریم مکانهای واقعی فیلم برداری کنیم، ضمن اینکه حالا پول نداشتن. این به کنار، خیلی دوست داشته از خاطرات پدرش برای داستان فیلم استفاده کنه، یعنی از تصاویر زادگاهش توسکانی برای این فیلم استفاده کنه. میره اونجا فیلم برداری میکنه. گفتیم 1952 میلادی در توسکانی به دنیا اومد آقای روبرتو بنینی. شاید همینم باعث شد که رفت مرکز شهر تاریخی آرتزو توی توسکانی و اونجا فیلم برداری رو انجام داد. تقریبا میشه گفت بیشتر بخش اولیه فیلم، یعنی آشنایی گویدو و دورا، اونجا فیلم برداری میشه. این دو نفر آشنا میشن، ازدواج میکنن، مسائل بعدی. از اونجا کجا میرن؟ لوکیشن بعدی کجاست؟ یک کارخونه سابق تنباکو توی امبریای ایتالیا. اون قسمت هایی که مربوط به اردوگاه اجباریه رو اونجا فیلم برداری میکنن. باز لوکیشن یه جورای واقعی. به هر حال اغلب لوکیشن های این فیلم واقعی بوده و نتیجه کار برای مدیر فیلم برداری و کلن عوامل سخت بوده. صحبت سختی های کار شد، یه مثال دیگه هم بزنیم. اگر فیلمو دیده باشید قطعا اون اسب سبز رنگی که گویدو و دورا باش فرار میکنن و به یاد دارید و این اسب هم یه جورایی نماد یهودی ستیزی بود دیگه در فیلم. خیلی هم معروف شد این نماد. از یه طرف خیلی نماد خوبی بود، خیلی جذاب بود، پلانهای خیلی زیبایی گرفتن. از اون بر خیلی سخت بود فیلم برداری پلانها. چرا؟ هی مجبور بودن اون اسب بنده خدا رو رنگ کنن، هی سبزش کنن و باز 3-2-1 میشستن پا میخورد، هم لباسا رنگی میشد هم رنگ اسب میرفته. اصلا یه گرفتاری بوده. از اون برم اسب خیلی اذیت میشده، رم میکرده، یه وقتایی کارو خابونده. اصلا شخص اسب کل کارو خابونده. به هر حال یه سختی دیگه هم ازش صحبت کنیم. بعدی صحبت به اینجا رسید، اون پسر بچه بامزه 5 ساله کار باش ساده نبوده. شما در نظر بگیر روبرتو بنینی گفته این شبیه منه، خود منه، پس قطعا خیلی بازیگوش بوده دیگه. خانم نیکولتا براسکی یه مصاحبه ای داره، میگه ما کات که میدادن مجبور بودیم پشت صحنه با این جورجیو بازی کنیم که نره، یهو میرفت، یعنی بعد میرفتیم پیداش میکردیم، کار نخوابه، اصلا گرفتار بودیم. این هم از سختی های دیگر کار. خب از فیلم برداری جدا شیم، درباره‌اش صحبت کردیم، بپردازیم به موسیقی این کار. خب یک موسیقی بسیار جذاب و به یاد موندنی داره فیلم زندگی زیباست. آقای بنینی چه میکنه؟ همونطور که با فیلم بردار این کار رفاقتی میبنده، با موسیقی دان این کار هم رفاقتی میبنده. از کی صحبت میکنیم؟ جناب نیکولا پیووانی. و جالبه با هر دوی اینا هم یه جا رفیق شده بود دیگه، سر همون فیلم صدای ماه با فیلمبردار و این موسیقیدان اونجا رفیق شده بود، همونجا کار در آورده بود. حالا چطور اومدن به اینجا رسیدن هم داستان جذابی داره. اینم اضافه کنم، جناب پیووانی سوال چطور موسیقی رو میسازه؟ میاد از قطعه موسیقی بارکارول که مال ژاک آفنباخه، از اون استفاده میکنه، در کنارش قطعه یک جوک موسیقیایی از موزارت بزرگ، از این دو میاد الهام میگیره و یک قطعه بی‌نظیر خلق میکنه. واقعا در نهایت یک موسیقی بی‌نظیر میشنویم در فیلم زندگی زیباست که دستاوردهایی هم داشت، در ادامه ازش صحبت خواهیم کرد. فیلم برداری تمام شد، تدوین تمام شد، مراحل به طور کلی به پایان رسید و اکران. زمانی که فیلم رفت برای اکران اتفاقای عجیب غریبی رو تجربه کرد. این فیلم 1997 میلادی تو ایتالیا اکران میشه. مردم ایتالیا بسیار استقبال میکنن از این فیلم و 48 میلیون دلار اون موقع میفروشه. رکورد باکس آفیس اون زمان ایتالیا رو جابجا میکنه این فیلم اصلا. حتی پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک های اون زمان جهان میره فیلمو میبینه و یک مصاحبه ای داره بعدش، میگه این فیلم رفت جزو 5 فیلم مورد علاقه بنده. پاپ دیگه تعریف کرد، شما دیگه کارو ببین.
این نتیجهش فعلا تو ایتالیا. از جوایز ملیش هم بعد نیست اینجا صحبت کنیم، جوایزی که تو ایتالیا گرفت. یک جشنواره‌ای دارن در ایتالیا، مثلا فجر ما، حالا جشنواره اصلیشونه، حالا خیلی مقایسه نکنیم با فجر، حالا کار نداریم. جشنواره بزرگی است در ایتالیا به نام دیوید دی دوناتلو. توی این جشنواره که بسیار هم جشنواره وزینی است، در 13 رشته کاندید میشه فیلم زندگی زیباست اون سال و تقریبا میشه گفت نصف جوایز اون سال رو میبره. از بهترین کارگردانی و بهترین فیلم شما بگیر تا بهترین بازیگری مرد. اگر همین دو پازل رو کنار هم بذاریم، یه جورایی سه پازل، یک 48 میلیون دلار فروخت، رکورد باکس آفیس رو زد، دو پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک های جهان خیلی حال کرد، از اون ور نصف جوایز سال ایتالیا رو هم برد، این سه تا رو بذاریم کنار هم، نتیجه چیه؟ قطعاً آوازه این فیلم از مرزهای ایتالیا عبور میکنه و عبور کرد. محبوبیت این فیلم از مرزها عبور شد و سوال، آیا ورای مرزهای ایتالیا هم محبوب شد؟ جوابش با شما یک فاصله موسیقایی و ادامه عرایض بنده. ۱۹۹۸ میلادی، یک سال بعد از اکران فیلم در ایتالیا، زندگی زیباست در فستیوال کن به نمایش در میاد. بسیاری از منتقدان اول کار فیلمو به خاطر ترکیب فضای کمدی و هولوکاست نقد کردند. همون بحثی که ابتدا به بنینی میگفتن که آقا نه ساز اینا بشنبن هولوکاست و کمدی کردین داستان. برحال خیلی ها اومدن نقدش کردن اول، اما در نهایت رئیس اون سال هیئت داوران جشنواره کن کی بود؟ جناب اسکورسیزی بزرگ. ایشون ترجیح داد جایزه بزرگ جشنواره کن رو بده به فیلم زندگی زیباست. قطعا ایشون بی دلیل انتخاب نمی کنه. یه اتفاق بامزه هم زمان گرفتن این جایزه میفته. کلن آقای بنینی جایزه رو خاص میگرفته دیگه، اسکار رو صندلی میره میگیره، اینجا وقتی میره کن رو بگیره، یعنی صداش میکنن، میاد رو استیج بگیره جایزه رو از دست اسکورسیزی، انقدر خوشحال بوده هول میشه پاهای اسکورسیزی رو بوس میکنه. اصلا شما کارو ببین. به هر جهت در ادامه گرفتن این جایزه، جایزه بزرگ جشنواره کن، بسیار سر و صدا میکنه. هم خیلی ها باش حال میکنن، هم حالا خیلی ها صداشون در میاد، قاطی میکنن که چی جایزه رو دادیم به این هولوکاست رو فلان کرده اینا. راجر ایبرت همون زمان یه نقد جالبی می‌نویسه در رابطه با این فیلم. یه جورایی فکر کنم می‌خواست راجر ایبرت بیاد این دو دستگی رو مدیریت کنه، درست کنه، دعواها رو بخوابونه، وسط کارو بگیره، یه جورایی بین طرفدارا و دشمنان این فیلم بیاد یک صلحی برقرار کنه. چی میگه؟ عیناً نقل قول کنم از سایتش. نوشته نمایش زندگی زیباست در جشنواره کن برخی از منتقدان چپگرا را به خاطر تلفیق طنز و هولوکاست آزار داد. این فیلم در واقع فضای هولوکاست را ملایم کرده تا بتواند از فضای طنز استفاده کند. زندگی زیباست مربوط به نازی‌ها و فاشیست‌ها نیست، بلکه مربوط به روح انسان است. همون بحثی که آقای بنینی گفت که داستان پدری است که به فکر فرزندش است. بعد از نقدی که راجر ایبرت نوشت و حالا بحث جشنواره کن و موفقیت فیلم در جشنواره کن، به شدت زندگی زیباست مشهور میشه. حتی اکثر کشورها حالا تصمیم میگیرن اکران کنن فیلمو در کشورشون و چه اتفاقی میفته؟ تبدیل میشه زندگی زیباست به یکی از پرفروشترین فیلمهای خارجی زبان تاریخ سینما. تا همین امروز که با هم صحبت میکنیم چقدر فروخته، مبلغش چقدر بوده؟ چیزی در حدود 230 میلیون دلار. و در کنار موفقیت‌های باکس آفیسش، یعنی فروش میلیون دلاریش در سراسر جهان، همچنان داشته تو جشنواره‌های مختلف اکرام می‌شده، جایزه می‌گرفته. یعنی شما از جشنواره سزار بگیر و بهترین فیلم خارجی زبان تا بفتا که بهترین بازیگر نقش اول مرد رو گرفت. اینم جالب اضافه کنم، جشنواره اورشلیم هم جایزه میده به این فیلم. یعنی میگن نساز نساز، بعدم که می‌سازه میان خودشون هم جایزه رو میدن. خب برسیم به ابتدای این اپیزود، 1999 میلادی و اسکار اون سال.
زندگی زیباست در این سال در 7 شاخه از بهترین بازیگر نقش اول مرد شما بگیر تا بهترین فیلم غیر انگلیسی و بهترین موسیقی متن کاندید میشه. یه نکته جذاب رو این وسط اضافه بکنم. زمانی که فیلم زندگی زیباست کاندیدای بهترین فیلم خارجی زبان میشه، یک فیلم ایرانی هم در لیست رقیب‌هاش بوده و شما بفرمایید از کدوم فیلم صحبت میکنیم؟ بله، فیلم بی‌نظیر جناب مجید مجیدی، بچه‌های آسمان. در واقع میشه گفت بچه‌های آسمان به زندگی زیباست میبازه اسکار رو، ضمن اینکه خود کاندید شدن در اسکار واقعا افتخاری است. به هر حال با برنده شدن زندگی زیباست اون سال، بچه‌های آسمان جایزه اسکار رو از دست داد در 1999 میلادی. بگذاریم، خاطره جالبش هم که عرض کردم، از رو صندلی رفت پرید رو استیج و در واقع از سوفیا لورن جایزه اسکار رو گرفت جناب بنینی. البته تنها اسکاری نبود که اون شب برد خونه روبرتو بنینی، یک جایزه دیگر هم با خود برد. بابت چی بود؟ جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد. بله، اینم رکوردی بود برای خودش، برای روبرتو بنینی. فیلمی که همه گفتند نساز و ساخت، این شد نتیجش. و اگر فکر میکنیم با همین دو اسکار زندگی زیباست اون شب رفت خونه خوابید، خیر، از این حرفا نیست. یک اسکار دیگر هم گرفت همون شب. نیکولا پیووانی به واسطه خلق و موسیقی بی‌نظیر جایزه اسکار بهترین موسیقی متن رو به دست آورد و تمام اینها باعث شد عوامل این فیلم هم بیشتر دیده بشن. سوال شد برای همه که کیا تو این فیلم بودن و کار کردن. یه پرانتز باز کنم اینجا که تمام تلاششو کرد بنینی که این فیلمو بسازه با تمام محدودیت‌هایی که داشت، محدودیت مالی. خودش بازی کرد فشار مالی کمتر شه، زنش نقش اول زنو بازی کرد، آهنگساز رفاقتی اومد، فیلمبردار رفاقتی اومد، نه اینکه پول نگرفته باشن، حداقل گرفتن و همه دست پر رفتن. و چه فروشی کرد! نتیجه یک همدلی تیمی شد اینی که ازش صحبت کردیم. و حالا از اینجاست که تازه عوامل زندگیشون تغییر کرد. در ادامه مثالهایی ازش خواهم زد. کارگردان‌های بزرگ سینما رفتن سراغ بازیگران زندگی زیباست. چند تا نمونه‌شو عرض کنم. رایدلی اسکات، کارگردان بزرگ سینما، برای نقش پسر ماکسیموس تو فیلم گلادیاتور رفت سراغ جورجیوی این فیلم، سراغ اون پسر بچه بامزه‌ای که در زندگی زیباست بازی کرد. اون پسر گفتیم هیچ تجربه بازیگری نداشت پیش از این. تو پرانتز یادآوری کنم ما گلادیاتور رو کار کردیم در سینما مورخ، پیشنهاد می‌کنم ببینید، بشنوید، بسیار جذاب این فیلم. یا ریچارد سامل، کسی که نقش ستوان آلمانی رو بازی کرد در این فیلم در زندگی زیباست، بعدها رفت جلوی دوربین تارانتینو در فیلم حرامزاده های لعنتی و جالب اونجا هم نقش یک افسر نازی رو بازی کرد. از خود روبرتو بنینی هم بگیم، البته ایشون پیش از زندگی زیباست هم برای خودش اسم و رسمی داشت، عرض کردم به عنوان مثال با جارموش و فلینی کار کرده بود، اما حالا دیگه به یک شهرت جهانی رسیده بود این آدم. بعد از فیلم زندگی زیباست فیلم پینوکیو رو میسازه که اونم خب خیلی سر و صدا میکنه، دیده میشه کلی. و در ادامه وودی آلن میاد سراغ روبرتو بنینی و تو فیلم تقدیم برم با عشق برای آقای وودی آلن بازی میکنه روبرتو بنینی. در تمام این سالها بارها و بارها فیلم زندگی زیباست از زبان بزرگان سینما نقد شده. هنوز که هنوزه از این فیلم به عنوان یک فیلم موفق در روایتی متفاوت از هولوکاست یاد میشه و واقعا موفق بود و واقعا روایتی متفاوت داشت. چرا الان موفق بود؟ این سوال سوالی است که باید با تأمل بهش پاسخ داد. چرا باید با تأمل پاسخ داد؟ قبل از فیلم زندگی زیباست بسیار فیلم‌های کمدی ساخته شد از هولوکاست، اما اکثرا موفق نبودن. مثال بزنیم، کمدین مشهور جری لوئیس 1972 میلادی فیلم روزی که دلقک گریست رو می‌سازه و این فیلم هم یک داستان کمدی از هولوکاست. اما زمانی که این فیلم اکران شد، در واقع اکران هم نشد، در یک محفل خودمون اکران کردن برای اولین بار، سینماگران و منتقدان به شدت عصبانی شدن. کار به جایی رسید که جری لوئیس کلن اکران نکرد فیلمو. جری لوئیسی که برای خودش وزنه بود، توانمند بود در کمدی، اسم و رسم داشت. به همین جهته که وقتی سوال میکنیم چرا موفق شد زندگی زیباست، باید با تأمل بهش پاسخ داد.
دلایل موفقیت آقای بنینی و کل تیم ساخت فیلم زندگی زیباست واقعا زیاده، اما بذارید یکی از مهمتریناش رو اینجا درباره‌اش صحبت کنیم. عرض کردم پیش از این آقای بنینی معتقد بودند که خیلی شبیه چارلی چاپلینه، کاراش، نگاهش، عملکردش، بازیش و یه جورایی میشه گفت فیلم زندگی زیباست بزرگ داشت چارلی چاپلین بود. ما در این فیلم چی میبینیم؟ فضای عاشقانه گویدو و دورا، زن و شوهر رو میبینیم که دقیقا مثل فیلم روشنی های شهر آقای چاپلینه. در ادامه فضای پدر پسری میبینیم، گویدو و پسرش، دقیقا مثل فیلم پسر بچه. و حتی شوخی با نازی ها رو در این فیلم میبینیم، دقیقا مثل کدوم فیلم شما بفرمایید؟ دیکتاتور بزرگ چاپلین. همه اینها هنرنمایی های جناب چاپلین بود و میشه گفت شاگردی کرد روبرتو بنینی و این یکی از دلایل موفقیت فیلمش بود. ضمن این که قطعاً کار هر کسی نیست، در تمام تاریخ سینما بسیاری تلاش کردند که از چارلی چاپلین و بزرگان سینما تقلید کنند، اما بنینی تقلید نکرد، شاگردی کرد. نتیجه چه شد؟ زندگی زیباست رفت جزو 250 فیلم برتر تاریخ سینما و این قطعاً شما به می‌دانید که بی دلیل نیست. فیلم زندگی زیباست با نمایش عشق، دوستی، محبت و از خودگذشتگی در نقطه‌ای بی‌نظیر کمدی و تراژدی رو به هم رسوند. با هم گره زد و یک گره عاشقانه زد. روبرتو بنینی با ساخت این فیلم به ما یادآوری کرد که همیشه برای هر داستانی روایت جدیدی وجود دارد و اگر ایمان داشته باشیم به کارمون قطعاً موفقیت از پس آن وجود خواهد داشت، همونطور که گویدوی داستان روبرتو بنینی ایمان داشت. ما پدری رو در این فیلم دیدیم که تو اون اردوگاه سرد و دردناک نازی‌ها به ما نشون داد چقدر زندگی بچه‌ها تحت تأثیر بزرگترهاست، تحت تأثیر والدینشونه، پدرشونه. ما و هر آن کسی که زندگی زیباست رو تماشا کرده باشه آموختیم که زندگی همواره ادامه داره و مهم چیست؟ مهم این است که ما چطور نگاه می‌کنیم به زندگی. اردوگاه سرد و دردناک نازی‌ها میتواند محلی باشد برای طنز و کمدی و روابط جذاب یک پدر و پسر و امید. و قطعاً تمامی این نشانه‌ها برای همین روزها که شاید سختی، فشار و هر آن چیز دیگری که شما می‌دانید وجود دارد اطراف ما، نه فقط اطراف ما که شاید سراسر جهان، اهمیت ویژه تری پیدا می‌کند. امید همواره هست و اجازه بدید در پایان این قسمت یادی از کودکان کنیم. همانند کودکی 5 ساله در اردوگاه نازی‌ها در جنگ جهانی دوم، امروز هستند کودکانی که در جنگ به سر می‌برند، در فضای شبیه به آن چیزی که در زندگی زیباست دیدیم روبرتو بنینی به تصویر کشید به سر می‌برند. هستند امروز کودکانی که یتیم شدند، همسرانی که بیوه شدند، هستند امروز پدرانی که با از دست دادن فرزند و همسر و عزیزشون شکسته کمر شدند. دریابیم گرداگردمون رو با امید صلح. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم مورخ در استدیو پیکان تهیه و تولید شد. تا سه‌شنبه آتی و موضوع جذاب بعدی در سینما مورخ، سالم باشید و در صلح. شما رو به جادوی سینما میسپارم و میبینمتون. درود بر شما جناب آقای هاشمی عزیز و همکاران پرتلاشتون. من فرشاد هستم از تورنتو کانادا. اجازه بدید قبل از هر چیزی از برنامه جذاب شما تشکر بکنم که به واسطه اجرای منحصر به فرد شما جذابتر هم میشه و به خصوص سوژه این هفتهتون ماجراهای تمتم و میلو
که برای من و همسن و سالای من دهه 40 و 50 یادآور خاطرات دوران کودکی هست و بسیار نوستالژیکه. و من این کتاب‌ها رو از دوست قدیمی خودم بابک می‌گرفتم و از همینجا بهش سلام می‌رسونم و بسیار دلپذیر بود خوندن این کتاب‌ها و یکی از سرگرمی‌های مهیج اون موقع دوران کودکی من بود. خیلی ممنون که هستید و براتون در ادامه راهی که در پیش گرفتید آرزوی موفقیت بیشتر میکنم. متشکر. خدا نگهدار. در فیلم شده ما به اون شکل دیدیمش. برسیم به انتخاب بازیگرانشون. به آقای کارگردان رامش سیپی حالا پشتشم به پدر گرم بود، تری کننده کارم باباش بود، با خیالی آسوده میره سراغ انتخاب بازیگران. از اونجایی که سر فیلم قبلی شنیدید